مراحل اول تغییر رنگ کام کاملا قابل مشهوده. حالا داریم یه درصدی میکرومای پوزای چشمی و اینا که اونا کاری به سینوس نداره، ولی این مریض چون سینوسش درگیر بود و کامش درگیر بود و دیگه اون موقعی که برگشت همه اینا نکروز شده بود، اگر همون موقع که سردرد داشت و یا حتی همون روزی که قرار بود ترخیص بشه، یه نفر سقف دهن مریض رو نگاه کرده بود. همین. ببین این توی سی تی اسکنش قابل رو سی تی اسکن مغزش قابل رویت نبوده، ولی با ماینه قابل رویت بوده. خب این یک. حالا این دومی، یه آقای 60 ساله یه اینم مریض سالها قبلمونه، با درد شکم و کم خونی و حالا آنمی و کاهش وزن میاد بستری میشه. یه مقدارم حالا کراتینینش بالا بوده، طبیعتاً یه آقای 60 ساله با کمخونی دیگه کل ورکاپ‌های مرتبط با کمخونی مثل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، حالا بچون گفته بود کاهش وزن دارم، تو آندوسکوپی کولونوسکوپی چیزی نداشت، سی تی اسکن شکم، اما اقسام از این تستایی که هزینه برم هستن. حالا درسته ما میگیم ما مریضامون اغلب بیمه دارن و هزینه شاید خیلی زیادی براشون نداشته باشه، ولی نهایتاً روی دوش سیستم سلامت هر کدوم از این تستایی که ما درخواست میکنیم هزینه اضافی رو تحمیل میکنه و پیدا نشد و معما سر جاش بود، تا اینکه کارآموز اون مریض خانم دکتر عربستانی فامیلشون که ایشالا هر جا هستن سلامت باشن، رفت دوباره از مریض شرح حال گرفت. یعنی همین کاری که میگیم، یعنی دوباره نشست از اول از مریض با حوصله شرح حال گرفت و متوجه شد که خب مریض چیزی که از ما مخفی میکرده این بوده که اوپیوم استفاده میکرده، اوپیوم ادیکت بوده. یعنی حالا این نکته رو که به ما گفت، خب اینو در کنار بقیه علائم اون کاهش وزن و افزایش کراتینین و بعد یه مقدار کانستیپیشن که بذاریم، شک میکنیم به این که چون یه آنمی هایپوکروم میکروسیتر هم بود، شک میکنیم به مسمومیت با سرب دیگه. یه سطح سرب سرم براش درخواست کردیم و سطح سربش قابل توجه بالا اومد، درمان گرفت، درمان شلاتون و بهتر شد. یعنی همه اون کاری که ما انجام داده بودیم کار اضافه بود. یعنی اگه از اول تو شرحال مریض در آورده بودیم که مریض اوپیوم ادیکته، دیگه نمی‌رفتیم این همه تست غیر ضروری انجام بدیم و مریض رو یه هفته بی خودی بستری نگهش داریم. خب این هم باز یه داستان که با شرحال فقط حل شد، نه با چیز دیگه. چون ببینید سطح سرب سرم چیز آزمایش معمولی نیست دیگه، یه آزمایش معمولا تا چند سال قبل که فقط سازمان انرژی اتمی انجام میداد، الان یه تعدادی از آزمایشگاه‌ها انجام میدن، ولی به هر حال آزمایش معمول و روتین نیست. یعنی اگر در شرح حال مریض شک کنیم اوپیوم مسمومیت با سوربه فقط چکش میکنیم، آزمایش روتینمون نیست. خب خدمت شما عرض کنم که حالا تفاوت این دوتا داستان، حالا یکیش در واقع لایف تریتنینگ بود اتفاقی که برای مریض افتاد، یکیش به مریض فقط ضرر مالی زد، ولی به هر حال هر دوتاش یه جوری به مریض آسیب زد، یکی غیر قابل جبران، بالاخره یکی تا حد قابل جبران بود. و نکته مهم همین بود، یعنی اینکه هر دوتا ماجرا با فقط تنها آپشنی که داشتیم که میتونست جلوی فالت ما رو بگیره شرح حال و ماینه بود، هیچ راه دیگه ای نداشتیم. یعنی این سیری که اتفاق افتاد رو من به شما گفتم. خب حالا یه مریض دیگه، یه آقای 70 ساله است. این مریضم شاید من 4-5 ماه قبل دیدمش. یه آقای 70 ساله است با ضعف و بیحالی و اینکه میگفتن یه بار تو خونه فینت کرده، یعنی افتاده، حالا در واقع ایستاده بوده یا در واقع چی میرفته، یه دفعه افتاده مریض اومده بود بستری شده بود و حالا همراهش میگفت از اون روزی که افتاده دیگه راه نرفته مریض، یعنی دیگه توان راه رفتن نداره. این شرح حالو که داده بود توی اورژانس، حالا اورژانس بیمارستان امام بعد میاد ببینیم، خب علت اینکه به علت اینکه خیلی از تستا دم دستمونه، مثلا دستگاه سی تی اسکن اتاق بغلیه، نمیدونم امارای اون یکی اتاق در دسترسه، گفته بودن که خب مریض فینت کرده، یکی علت فینتش رو پیدا کنیم، بعد الانم راه نمیره ضعف داره، شاید سپسیسی چیزی کرده. یعنی روزی که ما مریض رو توی بخش دیدیم امارای مغز داشت، سی تی اسکن قفسه سینه داشت، سی تی برین داشت، اما و اقسام آزمایشات و کشت ها همه چی داشت، همه شون هم منفی، یعنی هیچ نکته ای نداشتن.
نه لوکوسیتوزی داشت، نه اختلال الکترولیتی داشت، هیچ. خب از چرا مریض راه نمیره؟ از همراه مریض میپرسیم، میگه نه به خدا این تا 3 روز قبل راه میرفته. بعد خدمت شما عرض میکنم، البته این عکس خود مریض نیست، من چون در اون لحظه هم مریض عکس نگرفته بودم، یه عکس مشابهش رو براتون آوردم. نگاه کردیم دیدیم پای سمت چپ مریض این شکلی اکسترنال روتیشن داره، یعنی این روی تخت کاملا مشهود بود و این پا رو اصلا تکون نمیداد، اون یکی پاشو تکون میداد. خدمت شما عرض کنم که اومدیم پا رو بگیریم یه کوچولو حرکت بدیم، دیدیم داد مریض رفت هوا. یه عکس از مریض گرفتیم و این بنده خدا یه فرکچر درست و حسابی گردن فمور داشت، یعنی علت این که راه نمیرفت این بود که شکستگی فمور پیدا کرده بود. خب مریض سن بالا هم داشت، مقداری ثانویه به این درد دیلیریوم شده بود و خودش نمیتونست دقیقاً بگه که مشکلم چیه. تو سن بالا خیلی شایعه، یه ذره عفونت پیدا میکنن، یه عفونت وایرال پیدا میکنن، اصلا در واقع ارتباطشون با زمان و مکان قطع میشه، دیلیریوم میشن و نمیتونن بگن مشکلمون چیه، ما باید پیدا بکنیم. یعنی با یه دونه نگاه کردن، اگه یکی پتوی مریض رو زده بود کنار توی این دو سه روز تو اورژانس بود بعد اومد به شما و پای مریض رو نگاه کرده بود، خب متوجه شده بودم مریض بنده خدا رو با ارتوپدی صحبت کردیم، رفت اتاق من، شکستگیش جراحی شد، رفت. این هم یه داستان. مسیر رو کوتاه‌تر دیگه گفتم دیگه، پتوی مریض رو بزنیم کنار و پاشو نگاه بکنیم، همین دیگه، کوتاه‌تر از این مسیری نداشتیم. یه داستان دیگه، این هم باز مثلا مال کمتر از یک سال پیشه. یه خانم 35 ساله با ضعف و حال عمومی خیلی بد میاد اورژانس بیمارستان امام، بستری میشه. خب وقتی بالای سر مریض رفتیم، یه بیماری بود که خودش کلش هم کرده بود زیر پتو و میگفت سردمه، یعنی باید به زور پتو رو میکشیدی پایین که بتونی قیافش رو ببینی و اصلا توان صحبت نداشت، یعنی واقعا نا نداشت حرف بزنه. دخترش که دائم داشت بالای سرش گریه میکرد، میگفت این چند ساله اینجوریه، یعنی هی این ضعفه داره بدتر و بدتر میشه، هی اما اینو بردیم چند جا بستریش کردیم و بهتر نشده، به نتیجه ای نرسیدیم. حالا هی از این بیمارستان، یه اشکالشون هم بود که از این بیمارستان با اون بیمارستان چرخیده بودن. فشار مریض رو گرفتیم، فشارش 5، فشار سیستولیک. خب این یعنی در واقع شوک هایپوتنسیو داره. شرح حال طبیعتاً چیز دیگه ای که فکر کردیم خونریزی مریض نداشت، علائم عفونت، حالا اون موقعی که ما اورژانس رفته بالا سرش طبیعتا یه سری آزمایشات اولیش آماده بود، تب، لرز، چیزی خاصی نداشت و خب میگفتن از قبلم فشارش پایینه. یه لنگویج بریری هم بابا داشتم، خیلی خوب نمیتونستیم ازشون شرح حال بگیریم. اما یه نکته ای تو ویزیت مریض جلب توجه میکرد، یعنی اگر همراهش نگفته بود که 35 سالش، آدم فکر میکرد 60-70 سالش مریض باشه، ظاهرش این شکلی بود. یعنی وقتی بالا سرش میرفتیم مثلا بهش میگفتیم مادر جان، بعد یه دفعه مثلا گفت 35 ساله. خب یعنی در این حد میخوام بگم مریض شکسته شده بود و پیر بود. بر اساس اون و اینکه حالا یه خانم 35 ساله یه دختر مثلا فکر کنم 20 ساله بالا سرش داشت، یعنی 15 سالگی احتمالاً اولین زایمانش رو انجام داده بود، ازش پرسیدیم که چند تا زایمان داشته، بر مبنای اون ظاهرش یه شکی کردیم، گفتیم چند تا زایمان داشته، سیکل ماهانش چطور بوده و همین داستان رو حل کرد، اصلا داستان چند ساله مریض رو حل کرد. به نظرتون چه اتفاقی افتاده بوده برای مریض؟ حالا اینا رو تو کورس قددتون احتمالاً میگن، ولی شاید از فیزیوپات هم یادتون باشه. فکر میکنین چی شده؟ چه ارتباطی داشت این همه این سوالات و هم دیگه؟ ببینین، بزنین یکم داستانش رو کامل‌تر بهتون بگم، چون الان شما از بلوک قدده بلوکای خیلی فاصله گرفتید. خدمت شما عرض کنم که داستانی که برای این مریض اتفاق افتاده بود این بود که مریض در 2 یا 3 تا زایمان داشت، توی زایمان آخرش یه خونریزی خیلی شدید، خب در واقع یه زایمان سخت و خونریزی شدید داشته
و میگفت من بعد دیگه بعد از اینکه رفتم خونه بچه آخرم رو نتونستم شیر بدم، شیر نداشتم و بعد عادتهای ماهیانم قطع شد. این بود شرح حال مریض. این تشخیص چی میشه؟ همون سندرم شیهانه، نارسایی هیپوفیز. خب نارسایی هیپوفیز که پیدا میکنن، اینا در واقع هورمون رشد که دیگه ندارن باعث میشه که پیری زودرس پیدا بکنن. FSHLH که دیگه ندارن باعث میشه که عادتهای ماهیانهشون قطع بشه، در واقع منوپوز زودرس پیدا بکنن. هورمون در واقع یه کمکاری تیروئید ثانویه دارن، ثانویه به عدم وجود TSH، بنابراین علائم هایپوتیروئیدی هم پیدا میکنن. اون چیزی که به این روز انداخته بودش نارسایی آدرناله، چون ACTH هم ترشح نمیکنن، نارسایی ثانویه آدرنال پیدا میکنن که مریض در واقع با یک کریز آدرنال مراجعه کرده بود. چون علائم تدریجی اتفاق میفته، شاید خیلی مثلا همون موقع اگه مراجعه کنه، اگه آدم خیلی تیز باشه، ذهنش در واقع درگیر باشه، مثلا اگه خانم بیاد بعد از زایمان بگه عادتهای ماهانم قطع شده، بعد از یه سالم برقرار نشه، به این شک بکنه. ولی این مریض نرفته بود، حالا هی همینجوری گذاشته بودن به حساب اینکه حالا خونریزی زیاد داشته و اینها، اصلا مراجعه نکرده بود یا حالا دسترسی نداشت به پزشک. و بعد تدریجی دیگه این علائم پیشرفت کرده بود، الان هی با ضعف و بیحالی میرفت دکتر، دو تا آزمایش میگرفتن، بعد احتمالاً بیفه کنم بینه هم نداشت، سریع مرخص میشد بدون اینکه بدون مشکلش چیه. و با همین ظاهرش، یعنی با این شکل در واقع عدم تناسب سن شناسنامهش با ظاهرش، چیزی بود که یه تلنگری به ذهن ما زد. و بعد دیگه براش قاعدتا تستا رو خیلی فوکوس خواستیم، یه ACTH کورتیزول براش خواستیم، محور تیروئیدش رو خواستیم، تستای قددی رو براش درخواست کردیم، دیگه بی خودی براش تست و ایمیج نخواستیم. و به علاوه این که در اون لحظه کار اورژانسی که بعد انجام میدادیم با این شک تشخیصی، بدون اینکه منتظر جواب آزمایش بشیم، چون این لایف تریتنینگه، ممکنه مریض از دست بره، براش هیدروکورتیزون یعنی کورتون براش شروع کردیم، هیدراتش کردیم. مریض فکر میکنم ظرف مثلا فرداش که رفتیم دیگه حرف میزد، یعنی یه ذره رمق پیدا کرده بود، یه هفته بعدش هم تونستیم مرخصش کنیم و الان هم که میدونم سرپایی داره میاد در درمانگاه قدر، داروی هورمونیشو میگیره و حالش هم خوبه خوب، یعنی برگشت یه بنده خدا به زندگی عادی. این هم باز واقعیتش با شرح حال، یعنی هیچ راه دیگه ای نداشتیم، چون تمام این آزمایشاتی که من گفتم، کورتیزول، ACTH، اینا هم باز تستای روتین نیست، مگر شک بالینی داشته باشی به کمکاری آدرنال که برای مریض این تست رو بفرستی. درخواستش نه عاقلانه است نه ممکنه که برای هر مریض من بخوام مثلا 100 تا 200 آزمایش درخواست کنم ببینم چه اتفاقی میفته. من این 4 تا مثال رو برای شما گفتم که بگم اینا واقعیتیه که داره در پرکتیس ما اتفاق میفته و هر جایی که ما اون شرح حاله و ماینه رو میسش کردیم، ازش یه ضربه درست حسابی خوردیم. من میتونم خیلی خیلی بیشتر براتون موارد این شکلی رو بگم، چیزایی که یک دونه عدم دقت به یه یافته ماینه یا یک کلو توی شرح حال یا ما رو توی چاله تشخیصی انداخته، همینجوری دور خودمون چرخیدیم تشخیص مریض رو در نیاوردیم، یا اینکه اصلا مخاطرات جدی برای جان مریض ایجاد شده. این واقعیته، یعنی اون چیزیه که ما لمسش میکنیم. بنابراین از منی که دارم این رو با گوشت و پوست و استخوانم به صورت روزمره لمس میکنم، بپذیرین که الان بعد از سالها کار کردن میگم اگر نتونم از مریض اطلاعات درست در بیارم، نمیتونم تشخیص بدم، نمیتونم درمان بکنم. این واقعیت. خب حالا ما پس چرا شرح حال میگیریم؟ یکی که بتونیم اطلاعات هدفمند از مریض جمع بکنیم و بتونیم احتمالات تشخیصی رو براش مطرح کنیم، یعنی بر مبنای اون یافته هایی که جمع میکنیم بتونیم بگیم که چه اتفاقی برای مریض افتاده، بتونیم به اقدامات پاراکلینیکمون جهت بدیم، بی هدف تست آزمایشگاهی درخواست نکنیم و سریع تر به تشخیص برسیم. یعنی اینکه من بخوام
توی هر چهار تا این موارد این بود، یعنی اگر بر مبنای شرح حال و معاینه پیش می‌رفتم در یه مدت زمان خیلی کوتاه به تشخیص می‌تونستم برسم. اونجایی که میس کردم مثل اون مریضی که گفتم اوپیوم استفاده می‌کرد، یه هفته ما رو دقیقاً یه هفته 10 روز کار ما رو عقب انداخت. بعد اون اینکه در این تعامل دو طرفه حرف زدن بین من و مریض ارتباطمون با همدیگه شکل میگیره، اون همدلیه، اعتماده، این از راه ویزیت، از راه دور، نمیدونم از راه هوش مصنوعی، از راه اینکه یه ربات بره جای من شرح حال بگیره، هنوز قابل دستیابی نیست. یه ارتباط انسانیه. ارتباط انسانی رو با تکنولوژی نمیتونیم شکلش بدیم. خب من قبول دارم که تکنولوژی کمک میکنه که ما کوتاه‌تر و زودتر به تشخیص برسیم، اما جای اون بخش اصلی که شرح حال‌گیریه رو هنوز نتونسته بگیره. بله، الان در واقع از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده میکنیم، دیتاهای استخراج شده از مریض رو بهش میدیم، خیلی سریع به ما تشخیص افتراقی میده، کمکمون میکنه. خب کمک میکنه واقعا، ولی دیتای درست باید بهش بدم. میگه اون دیتای درست از کجا میاد؟ یه بخشش از شرح حال‌گیریه، یه بخشش از اطلاعات پاراکلینیک و این هاست. فعلا هنوز راه جایگزینی برای این در این لحظه نداریم. حالا نمیدونم چند سال بعد چه اتفاقی بیفته. و همچنان هم توی تکست بوک ها میگه که اخذ شرح حال و معاینه درست و هدفمند 70% مسیر تشخیص شما رو انگار که رفتین جلو، و واقعیت هم همینه. و مهمترین فاکتور در رسیدن به تشخیص همچنان شرح حال‌گیریه. فرقی هم نمی‌کنه تو چه فیلدی بخواید کار کنین، داخلی، جراحی، ارتوپدی، اورولوژی، شرح حال، اطفال، هر چی که فکر بکنین، نکاتی که تو شرح حال می‌گیرن به شما میگه که شرح حال‌گیریتون رو در اون ادامه مسیر رو به چه سمتی بره. خدمت شما عرض کنم که توی صفحه اول، حالا چپتر اول باربارا بیتس رو اگر نگاه بکنین، بعده حالا این متن قشنگی هم هست، اگر فرصت کردین بخونینش. همین صحبتایی که من کردم و داره خیلی با عبارات قشنگتری میگه و میگه که شما اون چیزی که ارتباط شما با بیمار رو شکل میده و اون چهارچوب و شیرازه پرکتیس شما رو تو مراحل بعدی پیش میبره شرح حال‌گیریه. و در واقع داره برای شما، حالا تو ورژن جدیدترین فکر کنم آخرین ورژنش باشه، و داره میگه که همچنان با وجود اون پیشرفت تکنولوژی، اتفاقاتی که تو مسیر پزشکی در طی این سالها به خصوص با شتاب افتاده، همچنان ارتباط متقابل با مریض و شرح حال‌گیری اهمیت و جایگاه خودش رو در پزشکی و هر رشته بالینی، فرقی نمی‌کنه، هر رشته‌ای که با انسان به عنوان در واقع بیمار و مراجع کننده سر و کار داره، جاش رو نگرفته. حالا تعریف شرح حال اگه بخوایم به طور خلاصه بگیم، شرح حال واقعیت یه اسکیله، یه مهارته. خب یکی از مهارت‌های ضروری هم هست که همه ما باید داشته باشیم. یه فرایند مستمره، یعنی لحظه‌ای هم نیست. حالا به خصوص تو ستینگ بستری این شکلی نیست که من الان مریض رو دیدم دیگه تمام، خداحافظ، دیگه بقیه کارشو با پروندهش پیش ببرم. روزانه ممکنه اطلاعاتی به من اضافه بشه. امروز ممکنه مریض به من اعتماد نکنه، یه سری اطلاعات خصوصیش رو به من نگه. ولی تو ویزیت‌های بعدی ممکنه این اتفاق بیفته و در واقع اطلاعات بهتری به من بده. پس یه فرایند مستمر زمان برای طبیعتاً یه ارتباط بین پزشک و بیمار برقرار میشه. حاصل و محصول این ارتباط اینه که یه سری دیتا از مریض در واقع دریافت می‌کنیم که میتونیم اونا رو به اینفورمیشن، یعنی اطلاعاتی که بتونم روش قضاوت بکنم، اون دیتاهای خام رو تبدیل بکنم. گفتم محدود به لحظه نیست، مستمره، گاهن خیلی موقع به بچه ها اینو میگیم. حالا تو ادامه مسیر این کورس سمیولوژیتون و مهارت ارتباطیتون اینا رو براتون میگم. خیلی سوالاتو مثلا میگیم تو مواجهه اول نمیشه از مریض پرسید، هم که اومد جلوی من نشست روی صندلی، من راجع به اعتیادش بخوام بپرسم، راجع به مسائل مثلا سکچوالش بخوام بپرسم، ممکنه به من نگه و اصلا گارد بگیره، به من اعتماد نکنه.
میذاریم ویزیت دوم، سوم، یکم با هم به هم اعتماد کرد، با هم صمیمیتر شد و فهمید که من اون سوالاتی که دارم ازش میپرسم در مسیر رسیدن به تشخیص ازش سوال میپرسم. پس بنابراین یه فرآیند دینامیکه. خیلی موقع ها ما دیتا رو میگیریم، تبدیل به اینفورمیشنش میکنیم، بعد رتروسپکتیو میگیم که یه جایی کار میلنگه، یه دیتایی هنوز انگاری وسط نامزه، برمیگردیم از مریض اون اطلاعات تکمیلی رو میگیریم و شرح حالمون رو کامل‌تر میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که چند تا اصل کلی رو هم یادمون باشه مرتبط با شرح حالگیریه. یکی این که من وقتی به عنوان پزشک بالای سر مریض میرم ظاهرم چه شکلی باشه خیلی مهمه. این مقاله که خدمت شما عرض کنم توی بی ام جی هم چاپ شده و نویسندگانش هم اصلا ایرانی نیستن، توی آمریکا در واقع اومدن روی 10 تا مرکز آکادمی کار کردن و از مریضای یه سری اطلاعات رو در قالب پرسشنامه پرسیدن، از 4062 تا مریض پرسیدن که حالا اون فاکتورهایی که باعث میشه شما به پزشکتون حس خوبی داشته باشین، بهش اعتماد بکنین چیه؟ 53% گفتن که ظاهر، و حالا به معنی حالا ظاهر و اون پوشش و اون پرستیجش یه جورایی بخوام بهتون بگم برامون مهمه، رو ما تأثیر رو میذاره. خب حالا یه سری فاکتورهای دیگه هم استخراج شده ولی من بیشتر خواستم رو این صحبت بکنم. اینو این شکلی میگن، حالا در قالب درس کد میگنش، ولی میگن یه ظاهر متناسب با حرفه پزشکی داشته باشیم. ما هر کدوممون در سطح در خونه میریم، مهمونی میریم، با دوستامون میریم، هر ظاهری میتونیم داشته باشیم، مثلا حریم شخصیمونه. ولی توی بیمارستان چون ارتباطمون با انسان به عنوان مراجعه کننده است، تمیز و مرتب باشه، روپوشمون تمیز باشه، نمیدونم دکمه های روپوشمون بسته باشه، حالا در مورد رنگ روپوش و این هم خیلی قسمت در مورد خیلی مطالعات قشنگی شده، سفید باشه، نمیدونم آبی باشه، سبز باشه، چون عملا شما هم بیان میبینین مثلا توی آی سی او ها الان کسی خیلی روپوش سفید نمیپوشه، اسکراب میپوشن. تو آی سی او ها مثلا دیدن یا تو اتاق عمل میگن اگر رنگ لباس اون متخصص بیروشی مثلا آبی یا سبز باشه مریض حس بهتری داره تا سفید باشه. اینو واقعا کاری هست که شده و عملا هم الان این شکلیه. قسمت های مختلف بیمارستان درس کدهای مختلفی رو به عنوان لباس فرم و رسمشون دارن، ولی متناسب باشه، یعنی مریض منو میبینه به عنوان یه آدم با پرستیج تمیز مرتب ببینه. این خیلی مهمه و اهمیت داره. گاهن ما بچه ها رو، حالا بچه ها که میگم مثلا حتی منظورم رزیدنت هست دیگه، بر اساس عادت باید بهشون بگیم که لطفا مثلا روپوشتو بشور، مثلا یه اتو بهش بزن، یه خورده واقع آدم خوشحال ناراحت بشن در اون لحظه، ولی واقعیت اینه در ارتباطشون با مریض مهمه. اینکه مریض مثلا به من برو میزنه میگه چرا دانشجو بالا سر من فرستادی، یه بخش عمدهش ایناست. وگرنه اغلب بیماران از اینکه یک دانشجو ازشون شرح حال بگیره ناراحت اصلا نیستن، خیلی ها حس بهتری هم دارن، میگن با دقت تر ما رو میبینن. واقعا باز اینم باز روش مطالعه شده، یه درصد قابل توجهی بود. ایدهشون این بود که حالا عددشون یادم نیست نقل نمی کنم، هم در مطالعات ایران هست هم مطالعات خارج از ایران، که معتقدن که دانشجو زمان بیشتری برای مریض میگذاره و مریض حس رضایت بیشتری میکنه. این واقعیت مطالعه‌ای هست که وجود داره. ارتباط دیگه‌ای که در واقع اتفاق دیگه‌ای که اتفاق می‌افته توی و اصل دیگه‌ای که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که ارتباطمون با مریض ارتباط توأم با احترام و همدلی باشه. یعنی از نوع ارتباط ما با خودش این برداشت رو بکنه که ما دلسوزش هستیم، می‌خوایم براش یه کاری بکنیم و قرار نیست حالا ازش در واقع ویزیت بگیری پول در بیاری. حتی به منی که ارتباط مالی غیر مستقیم با بیمار دارم هم نباید مریض همچین حسی رو داشته باشه. و باز این رو شما تو کورس مهارت ارتباطی خیلی قشنگ براتون میگن که چیا رو، چه کلید واژه‌هایی رو استفاده بکنین، چه بکنین، چه شکلی بشینین، چه شکلی نگاه بکنین که مریض ازتون همچین برداشتی داشته باشه. یعنی میخوام بگم که اصولی که وجود داره تو شرح حالگیری، زاویه دید، نگاه کردن، موبایل دستم باشه یا نباشه، اگه موبایلم زنگ خورد چیکار کنم، آب بخورم یا نخورم، پشت میز پامو رو هم بندازم یا نندازم، خم بشم به جلو یا نشم، تمام اینا در واقع اصول و اسلوب داره و رو تمام اینا کار شده و خدمت شما عرض بکنم که نکاتی داره که بتونیم خدمت رو عرض بکنم که استفاده بکنین ازش. تا اینجا سوالی دارین؟
میگم الان ادامه کار روی اینم اتفاقا میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی ممنون، سوال خیلی خیلی خوبی بود. من دارم این حرفا رو میزنم ولی اولش هم گفتم که در واقع اسلاید اول هم گفتم که بازخوردی که از بچه ها میگیری منفیه، میگن زمان برای این، حالا یه سری موانع دیگه هم هست که بهتون میگم. یه نکته دیگه بچه ها، ما در واقع خیلی ساده است، ما شلاق رو از مریض میگیریم دیگه. حالا در یه فیلده خاصی مریض خیلی بدحال باشه، اطفال باشه، از پدر مادر یا از همراهش میگیریم دیگه. حالا مطالعه شده، باز اینم در سطح ایران و جهان، گفتن که پزشکا قبل از اینکه نسخه بنویسن یا به تشخیصشون فکر بکنن چقدر به مریض وقت میدن حرف بزنه. متوسطش 18 ثانیه است، متوسط جهانیش 18 ثانیه است. یعنی تا مریض میگه خب سلام اینجا درد میکنه اینا، من تو ذهنم پروسه ها درد رایت اپر کوادران داره، یه سونوگرافی برش بکنم اینم بکنم تمام، خب بریم مریض بعدی بیاد. یعنی واقعیت نه، فکر میکنیم خیلی وقت میذاریم ما، به خصوص تو کلینیکا در واقع سرپایی این شکلی هست که اونم حالا باز یه سری مبالغ و یه چیزایی داره که حل میده آدم این شکلی بشه، ولی دیگه خیلی کمه 18 ثانیه. یعنی اگر به این 18 ثانیه فکر کنیم یه ذره بیشتر اجازه میدیم، 2 دقیقه حرف بزنه، 3 دقیقه حرف بزنه، خیلی زمان ویزیت طولانی نمیشه. این آمار هم باز آمار جهانیه، یه مطالعه هم تو ایران بود البته، زمان خیلی از این بیشتر بود. گفتن که خب مثلا چه شکلی میشه که پزشکای ایرانی اینقدر بیشتر وقت میذارن، متوجه شدن به خاطر اینکه ما اولش سلام علیک و تعارفمون طول میکشه، وگرنه باز اون زمانی که میذاریم که مریض حرفشو بزنه همین 18 ثانیه است. احوال شما چطوره و خوبی و سلامتی و بفهم، این کلمات و عباراتی که برای تعارف به کار میبریم هرچند که خوبه تو فرهنگ ما، خوبه، ارتباط در واقع خوبی رو شکل میده، همون برخورد اول با لبخند سلام علیک میکنی، یه تعارفی باش میکنی، ولی اصل داستان باز داریم همون 18 ثانیه رو برای گفتن چیف کامپلین و شرح حالشون وقت میدیم. یه نکته مهم، به نحوه عکس شرایط و جزئیاتش مسلط باشیم. ببین هر چه تسلطمون بیشتر بشه زمان کمتری لازم داریم اتفاقا. یعنی وقتی اکسپرت میشیم به جای اینکه بخوایم یه شرایط بدون هدفی بگیریم که ارگان به ارگان از مو تا نوک انگشت بپرسیم، یاد میگیریم تدریجا هدفمند شرایط بگیریم. مثلا اگر مریض با علائم تنفسی میاد، تو ذهن من همون لحظه بعد این پروسه اتفاق بیفته که خب یه مریضی که با تنگی نفس اومد، من روی قلبش، روی ریه‌اش و مثلا روی چست وال دفورمیتی و علائم عفونی و اینا ببخشید بیشتر بعد فوکوس بکنم، روی این جزئیات تو شرح حال مانور بیشتر میدم، خب، و تو معاینه هم روی اینا بیشتر فوکوس میکنم. این کار منو تو شرح حال گیری راحت‌تر میکنه. چه شکلی میتونم به این مرحله برسم؟ بیسیکش رو یاد بگیرم، تمرین کنم، تو بیمارستان که رفتم مریضای بیشتری ببینم، آروم آروم انقدی اکسپرت میشم که دیگه هر شرح حال یه ساعت نیم ساعت وقتمو نگیره، بتونم مثلا اگر یه مریض خیلی پیچیده است ظرف 1 دقیقه 20 دقیقه جمعش بکنم. خب این واقعا با تمرین کردن اتفاق میفته و راه دیگه ای نداره. و همینطور که اشاره کردم در ضمن صحبت الانم، اون قوه استدلالم رو هم بتونم در واقع تمرینش بدم. ببینید تو پروسه استدلال بالینی اولین مرحله همون جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی بیماره. یعنی اگر برای شما کورس استدلال بالینی گذاشته میشه، راجع به استدلال از اروپایی با هاتون صحبت میشه، وقتی وارد بالین میشین اگر نتونین اطلاعات صحیح جمع‌آوری کنین، کل پروسه استدلالتون زمین میخوره دیگه، چون بر مبنای دیتای غلط دارین استدلال میکنین. پس باید بتونم اطلاعات صحیح جمع‌آوری بکنم که درست استدلال بکنم. و باز اینم تاکید بر همون صحبت قبلم، تو پروسه استدلال بالینی هیستوری تیکینگ و فیزیکال اگزم پایه کاره، پی کاره. اگر از پی این ساختمون رو کج بنا بکنم و پی کار مشکل داشته باشه، اون ساختمونی که دارم میسازم که در واقع اون کاریه که دارم بر مریض انجام میدم، خراب میشه دیوارش، به نتیجه نمیرسه.
دوستم اون سوال پرسید که چه موانعی هست که خوب شرح حال نمیگیریم. از خودم نمیخوام بگم، گفتم باز از مطالعات و کارهایی که انجام شده بگم، در واقع سوالاتی که از حرفه‌مندان بالینی سوال شده که خدمتتون عرض بکنم چی میشه که خوب شرح حال نمیگیریم. یه مطالعه داخلی است، الان یادم رفت کدوم ژورنال دیده، ولی اومدن و از کسانی که دارن تو بالین کار میکنن، پزشکان، حالا خدمت شما عرض کنم، از یه سری رشته های دیگه هم فکر میکنم بود، ولی عمده کار روی گروه پزشکی بود، که چی میشه که ما به طور دقیق شرح حال نمیگیریم و معاینه نمیکنیم. فاکتورهای متعددی رو گفته بودن که اومده بود حالا این کلید واژه هاش رو جمع کرده بود. یکیشو گفته بودن موانع آموزشیه، یکی این که ما به همون خوب یاد نمیدن چجوری شرح حال بگیریم و معاینه بکنیم. وقتی به همون خوب یاد نمیدن، اینو ما خودمون هم میبینیم، بچه ها میان کارآموزی میگن که ما هنوز تو معاینه، خصوص تو دوره که کووید بود و مجازی بود، میگو خب ما الان معاینه ای به همون یه تعدادی فیلم دیدیم، دست به مریض نزدیم هنوز، یا اصلا با مریض مواجهه واقعی نداشتیم. میگم این تو کووید خیلی واضح تر بود، الان باز یه مقدار بهتر شده و اوضاع خوشبختانه حضوری شد کلاس در کلاس شرح حال گیری. خب پس معاینه فیزیکی و شرح حال باید بلد باشم که بتونم بگیرم، این که دیگه بیس کار، یعنی یه بخشش اینه که ما خوب آموزش ندیم. یکی این داستانه که در واقع یکی از خدمتتون عرض بکنم مهمترین فاکتورهایی بود که گفته بودن. یکی این که موانع فرهنگی، مثلا توی فرهنگ ما هنوزم ممکنه بیماران راجع به مسائل جنسیشون و اینها راحت شرح حال ندن و اون شرح حال و دیتایی که من بعد میرم پرزنت میکنم به مثلا هیئت علمی یا لیدر تیم یا خودم اصلا دارم مستقل میگیرم، یه جایش بلنگه، یه سری اطلاعاتشون رو نمیگم. مریضا هنوز این رو داریم، واسه همین بود که گفتم یه پروسه دینامیکه، وقتگیره، بعد با حوصله این کار رو انجام بدیم. و راجع به برخی معاینات هم در واقع راحت نیست معاینه کردن، مثلا اینکه یه بخشش فرهنگی، یه بخش اون امکانات و در واقع ستینگ و پرایویسیه که ما برای مریض فراهم میکنیم، مثلا معاینات ژنیتال، معاینات حالا نمیدونم توی آقایون معاینات سیستم جنسی، پروستات، اینا واقعا معاینات راحتی نیستن، باید یه ستینگ خاص داشته باشیم. ممکنه مثلا توی اتاق 3 تا 4 تا مریضه، طبیعتا من نمیتونم لباس مریض رو کامل در بیارم، هر معاینه ای رو انجام بدم. اینو واقعا موانعیه که وجود داره توی کار. موانع مادی رو هم گفتن، اتفاقا گفتن چون ما یه تعدادی از پزشکان گفتن خب ما تعرفه هامون غیر واقعیه، من مجبورم برای اینکه امور روزمره به چرخه به جای 10 تا مریض 40 تا مریض ببینم. طبیعتا 40 تا مریض توی مثلا توی 2 ساعت درمانگاه دیدن وقتی نمیتونم برای معاینه کامل مریض بذارم، پس نمیتونم شرح حال کامل در بیارم. این واقعا توی درمانگاه ها به خصوص اتفاق میفته. حالا یه بخشش همین قضیه تعرفه هاست، یه بخشش هم اینه که سیستم ما رو مجبور میکنه تعداد زیادی مریض ببینیم. مراجعه کننده زیاده به بیمارستان، روزی 100 نفر میان نوبت درمانگاه میخوان، مجبوریم که اون 100 نفر رو در اون روز ویزیت کنیم، اصلا صرف نظر از تعرفش. این روی کیفیت ویزیت و شرح حال گیری تاثیر میذاره. خب یکی این که میگن که ما هنوز اینقدی تجربه‌مون زیاد نشده که اهمیت اینو بدونیم که اگه شرح حال معاینه درست انجام ندیم از بود قانونی برامون چه اشکالی ایجاد میکنه. من مثالاشو گفتم براتون، مثلا هر کدوم از این پرونده هایی که منجر به فوت میشه، خب مریض اگر بره شکایت بکنه حق داره، کاملا حق داره، و خدمت شما عرض بکنم که به خصوص آدم اوائل کارش که این تجربه رو نداره، از اینجا ممکنه خیلی بیشتر ضربه بخوره، چون نمیدونه که چقدر براش مهم هست. بعد سیستم نظارتی، همین که گفتم تعداد بیماریزا خیلی زیاده، وقت معاینه کمه، اینترن ما یا رزیدنت ما 48 ساعت کشیک بوده، حالا میخواسته یه مرخصی بگیره مجبور شده دو تا کشیک پشت هم بایسته، بعضی رشته ها مثلا 12 تا کشیک در ما، 15 تا کشیک در ما، خسته است. اون مریضی که در انتهای شیفت میبینه احتمال اینکه یه چیزی رو میس بکنه خیلی زیاده. راهش چیه؟ شیفت بعد که فرش میده با دقت دوباره مریض رو، البته به شرط اینکه تعداد مریضش خیلی زیاد نباشه، با دقت ببینه. ولی همه اینا اتفاقاتیه که میفته. مدیریت شیفتا، کم کردن تعداد شیفتا، طولانی نبودن شیفتا، 48 ساعت نشدن کشیکا، همه اینا اون چیزاییه که اون سیستم نظارتی باید تسهیلاتش رو فراهم بکنه که خیلی
این اتفاق نیفته. و خب بعضی هم میگن اصلا هیچ کی رو کار ما نظارت نمی کنه، بازخوردی نمی ده. خود استاد یه سردار هزار سودا، خودش از این بعد داره 50 تا مریض بده، کی میخواد به شرح حال من بازخورد بده؟ همه اینا داره به صورت واقعی تو سیستم اتفاق میفته. مقاله در مورد مطالعه توی ایران بود و خب بعد بالاخره با کمک هم اینا رو یه جوری هندلشون بکنیم. باز یه مطالعه دیگه هم هست توی یکی از مراکز اورژانس پیش بیمارستانی توی کردکوی انجام شده بوده. من رو از این جهت گذاشتم که خب خیلی ارتباط مستقیم با شهر حال داشت و تو ستینگ ایران بود دیگه. اومده بودن گفته بودن که تو سال حالا 93 هم البته این انجام شده بود، اومده بودن مراکز فوریت پزشکی های کردکوی رو روی جامعه روی کارکنانشون کار کرده بودن، خطاهای شایعشون رو در آورده بودن و گفته بودن حالا اینا به چه علتی ممکنه در مواجهه با مریض یا اون در واقع تصمیم گیریشون خطا داشته باشن. و یه خطای عمده، خطای عکس شرحال بود، اومده بودن این رو هم ریشه یابی کرده بودن، دیده بودن خیلی شبیه به اون مطالعه قبلیه. اینکه دانش کافی نداشته باشن، خیلی توانمند تو ساختار بندی شرحال نباشن، تمرکز نداشته باشن، کامیونیکیشن اسکیلزشون مختل باشه، انگیزه ندارن، امکانات معاینه و زمانشون کمه و محیطشون نامناسبه، همه اینا فاکتورهاییه که باعث میشه اون دیتایی که از شرح حال در میاد دیتای مخدوشی باشه و در نهایت اون پروسه درست شکل نگیره. حالا امیدوارم سوال شما رو جواب داده باشم. نکته در واقع دیگه یک دو تا اسلاید آخر، گفتم که شرح حال گیری یک اسکیلزه. دو تا چیز رو از این کلاس با خودتون بیرون ببرید. یکی این که این دستیابی به مهارتش زمان بره، حوصله میخواد و تمرین میخواد و انگیزه. یعنی مهارتی نیست که همینجوری به زور بتونه کسی به شما یاد بده. یه سری دیتا باید به شما داده بشه، حوصله بکنین، وقت بذارین توی کورس سمیولوژی، توی اون دوره پرسپتورشیپ که دارین و بعد به خصوص تو دوره کارآموزی که میای در ادامه این مسیر با مریض دیدن، تمرین کردن مهارتتون رو کامل بکنید تا دیگه وقتی کارورز میشین بتونین یه شرح حال قابل اعتماد دارین. خیلی بین کارورزامون داریم که وقتی باهاش آدم ویزیت میکنه کیف میکنه، میگه اصلا من وقتی با این کارورزم دارم ویزیت میکنم رزیدنت هم نداشته باشم برای مهم نیست، چون خیلی سریع و فرز میتونه اطلاعات مریض رو دستبندی کنه تو ذهنش، بفهمه چی مهمتره، چی اورژانسی تره، قراره به این مهارت برسیم دیگه و بتونی باهاش مریض ببینی و کار مریض رو انجام بدی و عملا انگیزه که خب میدونم خیلی عوامل مخدوش کننده برای انگیزه دارین، ولی اون انگیزه درونیه رو باید بتونین تو خودتون زنده نگه دارین، همون چیزی که بالاخره حولتون داد که بیاین و پزشکی رو انتخاب بکنین. و صبر چیزیه که تدریجی کامل میشه، هیچ کدوممون از اول 100% نبودیم، هنوزم نمیتونیم ادعا بکنیم که 100% هستیم. و در نهایت هم صحبت و این جمله ویلیام اوستر رو براتون گذاشتم که میگه که به بیمار خود گوش دهید، اون مشغول گفتن تشخیص به شماست. وقت بذارین بیمار رو به عنوان یک انسان، نه سوژه کار نگاه بکنیم. مطمئنن از بین اون صحبتهایی که داره میکنه کلیدهایی میشه پیدا کرد که ما رو به تشخیص میرسونه. و باز این جمله در واقع ابسترکت تمام اون چیزی بود که من امروز گفتم. شرح حالگیری بسیار 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 کمکمون میکنه که کم خطاتر مریض ببینیم. خطا جزئی از ذات کار ماست متاسفانه، اما کمک میکنه که این خطاها کم بشه و حداقل دیگه خطای لایف تریتنینگ نداشته باشیم. بسیار خوب، من در خدمتم اگر سوالی هست. هیچ کدومتون که با بالین مواجهه‌ای نداشتید؟ تو دوره اروپایی رفتین؟ یه جلسه فکر کنم 2 ساعته تو دوره اروپایی. البته میخوام بگم تو دوره اروپایی که میایین خیلی بیشتر محیط رو میبینین، هنوز اینوالو این داستان نمیشین. اون دوره اصلا هدفش اینه که شما فقط ببینین که اصلا بالین چه شکلیه و قراره بعداً با چی مواجه بشین. تو دوره پرسپتورشیپتون که انتهای این کورس هست، به 5-6 جلسه یه مقدار مواجهتون هدفمندتر میشه، میایین توی بالین، بهتون مریض داده میشه، میرین با بیمار واقعی صحبت میکنین، معاینه میکنین، شرایطتون رو جمع و جور میکنین.
این بازی مقداری کمکتون میکنه و بلافاصله بعد از اون پرسپکتیو شیپ هم که انشالله کارآموزیتون شروع میشه و دیگه میافتین تو دل کار و انشالله که براتون داری خوبی باشه. خب خیلی خوشحال شدم جناب خانم. بعد شما تو کل دوره سمیولوژی تو دوره فیزیوپاتی که دارین میرین دو سه تا برنامه موازی دارین. یه برنامه کامیونیکیشن اسکیلز هم دارین. اون هم دقیقاً داره میاد یه سری در واقع مهارت‌هایی در اینکه دیتا رو چجوری از مریض استخراج بکنین. چه عباراتی به کار ببرین که مریض بتونه اون شکلی که شما می‌خواید بهتون شرح حال بده رو بهتون میگه. که فکر میکنم تمرین با بیمارنما و اینها هم داشته باشین اگر هنوز شکل قدیمش برگزار بشه. بعد یه کورس معاینه دارین، حالا پس یه کورس در واقع شرح حال گیریست، بیسیک های شرح حال، در کنارش با هر کورس فیزیوپات معاینات مرتبطش رو یاد میگیرین. یه سری کلاس هایی دارین در دل کورس هاتون که در واقع مثلا تو کیس تو کورس ویه میان به شما راجع به تنگی نفس میگن، ترمینولوژی هایی که توی تنگی نفس به کار میره تو شرح حال تنگی نفس و یه در واقع اشاراتی به معاینه. بعد تو کلاس های اسکی لب که ببین معاینش رو در واقع تمرین میکنید. بعد همه اینا میاد انتهای فیزیوپات انگار این پازل قطعاتش کامل میشه، میاین دوره پرسپتورشیپ مواجهه مستقیم با مریض دارین. اون چیزی که تو مهارت ارتباطی و بیسی که شرح حال گرفتین اونجا یاد میگیرین چجوری رو کاغذ بیارین، رفتین بالا سر مریض مثلا چجوری باهاش صحبت بکنین، چیف کامپلینش رو چجوری در بیارین، پرزنت ایلنسش رو چجوری در بیارین و در واقع شما رو میرسونه به اینکه آماده بشین به عنوان یک کارآموز بیاین توی بخش. با حوصله تدریجی و تیکه تیکه این پیش میره. دارین همه اینا رو نگران نباشین. بله ببین، همدلی با همدردی و صمیمیت دو تا چیزه. همدلی یعنی در عین اینکه ارتباط محترمانه و با حد و مرز طبیعتاً که اون فرهنگ به فرهنگ هم متفاوته. اینا رو تو مهارت ارتباطی بهتون میگم. مثلا تو بعضی کشورها شما باید جلوی پای مریض بلند شی، بری از جلوی در اینجوری بگیری بیاری رو صندلی بشونیش. خب تو فرهنگ ما اگه این کارو بکنی مریض ممکنه که فکر بکنه که اجقد دکترم با من پسر خالش رو شماره تلفنش هم بگیرم، حالا شماره تلفنش هم بگم هر دقیقه هم بهش اس ام اس بدم. خب بعضی فرهنگا رد و بدل شدن شماره تلفن هیچ مشکلی نداره به خاطر اینکه بیمار میدونه در یه ساعت‌های خاصی به پزشکش تماس بگیره. ما خیلی کم به مریضامون شماره تلفن میدیم چون دیگه آسایش نداریم. بعضن میدیم، ما مریض حساسه لازمه که مثلا من باهاش ارتباط داشته باشم بهش توضیح میدم مثلا در قالب واتساپ با شما در تماسم، نمیدونم از این ساعت به این ساعت، یا شما بعضی همکارا شماره تلفن کاری دارن. تو فرهنگ ما مثلا ممکنه هم در همین حد که اگر کسی سنش از شما بالاتر جلوی پاش بلند شی کافی باشه، بیش از این نیاز نیست، تا جلوی در مثلا قدردانی نمیکنیم. خب اینا فرهنگ به فرهنگ متفاوته. یه بخشش این احترام است و یه بخش نحوه صحبت کردن شما، نگاه کردن شما، این در کل پروسه شرح حال گیری جریان داره. یه حسیه که به مریض منتقل میشه از نوع رفتار زا